سلام و وقت بخیر به شما خوبان در این برنامه در خدمت شما هستیم با چند خبر مهم در ابتدا میخوایم بپردازیم به لابی بنیامین نتانیاهو و الی کوهن در اروپا علیه جمهوری اسلامی در ادامه براتون میگیم از شاهزاده رضا پهلوی که در اتحادیه ضد افترا که گفته ایران معبد ما هست و در پایان هم میپردازیم به افزایش دایره شمول مالیات برای شهروندان پس تا انتها با ما همراه باشین دوستان عزیز تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند اگه محتوای ما رو میپسندید لطفا برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید اسرائیل به ویژه از هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد تا در ماه ژوئن از شورای امنیت سازمان ملل متحد به بازگرداندن های فلج کننده علیه جمهوری اسلامی رای دهد. روزنامه اورشلیم پست گزارش داد که قرار است الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل با توجه به حمایت اتحادیه اروپا علیه رژیم ایران و کاهش تنش‌ها بر سر مناقشه فلسطین روز سشن به دوازدهم اردیبهشت به بروکسل سفر کرده و با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کند کوهن در همین ارتباط گفته اسرائیل و اتحادیه اروپا منافع مشترک زیادی در خاورمیانه دارند که مهمترین آنها توقف برنامه هسته‌ای رژیم ایران و تهدیدات تروریستی آن است. اسرائیل به ویژه از هیئت مدیری آژانس بینالمللی انرژی اتمی میخواهد که در نشست آتی شورای حکام به بازگشت مجدد تحریم های فلج کننده علیه جمهوری اسلامی رای دهد الی کوهن از اتحادیه اروپا میخواهد که موضع سختگیرانی در برابر غنیسازی اورانیوم در ایران اتخاذ کند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به فهرست سازمان های تروریستی خود اضافه نماید وزیر خارجه اسرائیل تاکید کرد که دستور کار وی در این سفر بحث درباره دستیابی جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای و پشتیبانی رژیم از تروریسم است. نتانیاهو در نشست هفتگی دولت گفت ما اجازه نمی دهیم رژیم ایران محاصره تروریسم را در اطراف ما تنگ کند تا ما را خفه کند ما در حال انجام اقدامات شبانه روزی در این زمینه هستیم کوهن همچنین قصد دارد در بروکسل به تنش بین اسرائیل و اتحادیه اروپا بر سر مناقشه اسرائیل و فلسطین بپردازد به, به ویژه در دیدار با بورل که با مواضع شدید خود دولت نتانیاهو را خشمگین کرده است یکی از اختلافات اسرائیل و اروپا ارسال کمک های بشردوستانه به گروههای فلسطینی است اما مسئله این است که کمکها نه به مردم فلسطین بلکه صرف تأمین فعالیت تروریستی میشود کوهن تاکید کرده برای من مهم است که برای دوستانمان در اروپا روشن کنم که اسرائیل مخالف ارسال کمک های بشر دوستان از سوی کشورهای اروپایی و اتحادیه به تشکیلات خودگردان فلسطین نیست. به افزود با وجود این اسرائیل اجازه نخواهد داد که کمک های اروپا به طور مستقیم به سازمان های تروریستی و تحریک علیه اسرائیل برسد. سفر الی کوهن به بروکسل ده روز پس از سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل صورت میگیرد یکی از محورهای مورد بحث در این سفر ضرورت قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اروپا خواهد بود شاهزاده رضا پهلوی از نتانیاهو خواسته بود از های خود برای تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران استفاده کند تا به مردم ایران برای مقابله با رژیم کمک شود و اما شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی اتحادیه ضد افترا گفت که ایران معبد ما هست. شاهزاده که یکی از سخنرانان اجلاس رهبری ملی این اتحادیه در واشنگتن بود، با اشاره به سفر اخیر خودش به اسرائیل گفت که رفتم تا از مردمم دفاع کنم تا قربانی نفرت و تعصب نشن. چرا که وقتی نفرت بی اساس یک گروه مهار نشه، ناگزیر افسرش پیدا میکنه و این اتفاقی است که در کشور ما متاسفانه رخ داده. اون از دیدگاهی جدید برای منطقه خاورمیانه صحبت کرد که بر اساس روش های با سرزمین های و نه تقسیم بندی های ایدئولوژیک اجباری دهه های اخیر و جمهوری اسلامی را حکومتی اشغالگر توصیف کرد. شاهزاده پهلوی گفت که روحیه رواداری دوستی و همکاری بازنمای واقعی ملت ایران است. نه تروریسم یهودی ستیزانه و محرومیتی که حکومت اشغالگر در ایران آن را نمایندگی می کند. و در پایان در اتحادیه ضد افترا شرط استقرار صلح پایدار در میانه را رسی در ایران به دموکراسی سکولار عنوان کرد شاهزاده پیش از سخنرانی خودش در جمع این اتحادیه به نامه 32 نماینده مجلس اسرائیل به الکوهن وزیر خارجه این کشور برای حمایت از تشکیل کشور آذربایجان جنوبی اعتراض کرد و گفت که این عمل غیر قابل پذیرش و در خدمت رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی هست اون این اقدام رو تعرض کلامی به تمامیت ارضی ایران خود. شاهزاده پهلوی در توییت خودش ابراز امیدواری کرد که اونا با شفاف سازی در این خصوص مانع سوء استفاده کسانی میشن که از بازسازی دوستی قدیمی بین دو ملت ایران و اسرائیل ناخشنود هستند. در نامه به وزیر خارجه اسرائیل در روز پنجشنبه سی و دو نماینده پارلمان اسرائیل خواستار حمایت از اقلیت آذری آذربایجان جنوبی در شمال غربی ایران شده بودند این نامه اندکی پس از سفر وزیر خارجه اسرائیل به باکو انجام شد و در آن از اسرائیل خواسته شده که به عنوان نماینده جوامع یهودی در این زمین مداخله کنه زیرا آذری ها در طول تاریخ با یهودیان بسیار برخورد دوستانه داشتند این نامه همچنین منجر به واکنش جبهه هفت آبان شد که در بیانیه اون رو محکوم کرد و نمونه آشکار از اقدام خصمانه علیه موجودیت و تمامیت ارزی ایران و در تضاد با سخنان مقام های اسرائیل در سفر اخیر شاهزاده رضا پهلوی دانست این سازمان سیاسی در بیانیه خودش ادامه داد ما همچنان تنش زدایی رابطه دوستانه با همه کشورهای جهان و مبارزه با گفتمانهای ارتجاعی همچون یهود ستیزی رو چشمانداز آینده ایرانی آزاد میدونیم ولی به هیچ کشور یعنی روی سیاسی اجازه استفاده از این پرنسیپ رو در راستای نفرت پراکنی و ستیز جوی با ملت ایران نمیتونیم در ادامه براتون ویدیویی داریم از تیم ملی حاکی روی یخ زنان ایران که در نخستین تجربه خودش در رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند با نتیجه 17 بر یک تیم هند رو شکست داد اما هیچ کدوم از اعضای تیم ملی حاکی روی یخ ایران با سرود ملی همخانی نکردند. و اما براتون بگیم از اتفاق جدیدی که تو ایران افتاده نماینده های مجلس شورا با افزایش مالیات های خصوصی شهروندان ایرانی در قالب مالیات بر خرید و فروش ملک و ماشین و طلا و رمزرز و همه موافقت کردن بر اساس این مصوبه املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی انواع طلا نقره پلاتین و جواهرات، انواع ارز و انواع رمزرز پول و رمز دارایی شامل پرداخت این مالیات میشه تصویب کلیات این طرح در پنجم خرداد 1400 یک موج از اعتراضات رو در بین کاربران شبکه اجتماعی برانگیخت که معتقد بودند دولت جمهوری اسلامی بنا داره بخش قابل توجهی از ارزش معاملات خصوصی خودش رو در قالب دریافت مالیات از انتقال دهنده عین یا واگذار کننده حق دریافت کنه با این حال برخی دیگر از کاربران در مواجهه با این موج خطا به کاربران حامی نوشتن اگر بر این امید هستین که با افزایش مالیات در نقل و انتقال ملک افرادی که برای سوداگری وارد این بازار شدن متضرر میشن خیلی دارین اشتباه میکنین این کار صرفا منجر به افزایش قیمت ملک میشه در سالیان اخیر به ویژه ماهای گذشته قیمت در برخی بازارها مثل مسکن، طلا، خودرو، ارز و غیره جهش خیلی قابل توجهی پیدا کرده و تبدیل به بحرانهای جدی اقتصادی شده همون بازارهایی که اکنون به صورت گسترده جزو دایره شمول مالیات بر سودای سوداگری و سفته بازی شده طی سالیان اخیر همزمان با تورم بالا در کالاهای مصرفی افزایش شدید اجاره بها و کاهش ارزش پول ملی برخی شهروندان برای جلوگیری از فروکاستن شدید از دارایی‌های اندک خودشون رو به خرید اقلام سرمایه‌ای چون ارز و سکه و رمزارز یا خود را آوردن کاربری ابتدایی تصویب کلیات این تر در تویتی نوشته بود یاد کارتون رابین هود و آخرین سکی پسرک فقیر افتادم که, فقی که داروغ با هیلگری ازش رو بود این تر پس از عبور از مجلس شورای اسلامی نیاز به تایید شورای نگهبان قانون اساسی داره تا به طور رسمی به قانون تبدیل بشه هر دم از این باغ بری میرسد هر روز دارن یک کلاه جدید سر مردم میذارن بسیار سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه با ما همراه بودین تا درود دیگر بدرود